اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. در آیه اسبق که مسئله خوض مطرح شد، گرچه خوض لغتاً به معنای شنای در آب و شروع در کار است، ولی نوع موارد استعمالش در قرآن کریم با مذمت همراه است، یعنی در جاهای مذمومی به کار رفته. کنا نخوز و معالخائزین، نظیر همین آیه که نخوز و نلعب زرهم فی خوزهم یلعبون و مانندون، که اینها معمولا در موارد مضمون بکار رفت است. و استهزای آیات الهی کار مضمومی شروع در اون خوز در باطل است. این زرهم فی خوزهم یلعبون در حقیقت با همین آیه هماهنگ است، که این آیه می فرماد اگر دیدید اونها در استهزای آیات قرآنی سرگرم به استهزا هستند، اینها را به حال خودشون رها کنید، حتی یخوزو بی حدیث غیره، شما برخیزی زرهم فی خوزهم یلعبون، این هم مضمون را دارد. مطلب دیگر اون است که در روایات ما، مخصوصا در سخنان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه، بر اساس همین اصل کلی آیه محل بحث، کسانی که در مجلس گناه می نشینند یا با گناهکاران مجالست دارند، اونها را حضرت برحذر داشت، یا کسانی که راضی به فعل گناهکارانند، اونها را هم از این رضا برحذر داشت. در خطبه 86 در اواخر اون خطبه فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَا شِرْكٌ وَمُجَالَسَةَ اهْلِ الْهَوَى مَنْسَاتٌ لِلْإِيمَانِ وَمَحْذَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ، نشست و برخاست با هواپرستان زمینه فراموشی ایمان را فراهم بکند، ظرف نسیان ایمان است، یعنی انسان یادش می رود که مؤمن است و جای حضور شیطان هم هست، این مجالست اهل هوا. البته این مجالست اهل هوا جنبه ملکه را می فهماند. در کلمات قصار شماره 154 فرمود الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، اگر کسی به فعل گناهکاران راضی باشد مثل آن است که در همه اون گناه داخل شده باشد. بعد فرمود و علا کل داخلین فی باطلین اثمانه، یه صغرا و کبرای منطقی است که الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، این حکم داخل را دارد، و هر کسی هم که داخل در باطل شد دوتا گناه کرده است. و علا کل داخلین فی باطلین اثمانه، دوتا گناه است، اسم العمل بهی و اسم الرضا به، یکی معصیت متن کار است، یکی معصیت رضای به کار، خود رضای به کار معصیت است. البته رضای به کار در بعضی از موارد ممکن است معصیت فقهی نباشد، ولی معصیت کلامی هست، یعنی روح را تیره می کند، ولی خود عمل البته معصیت خواهد بود. به هر تقدیر این دو نکته مربوط به اون آیه اسبق، اما آیه که مربوط به کیفیت تربص منافقین است، چندین جای قرآن رابطه منافقین را با مشرکین بیان میکند. اونجا در صورتی که کسانی که غافلن، غفلت معصیت نیست، همون ذاکر در بین غافل مثل زنده در بین مرده هاست، اون که خوب است، نه اینکه عده‌ای مشغول گناه باشند به این در جمع اونها شرکت کنند، این چنین که نیست.
یه عقاب کلامی دارد که رضاست، یه عقاب فقهی دارد که همون جهنم است و معصیت کردن دیگر. نه، یه اصلی است که ازش فروعات مثل علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریق، از این اصل اون فروع استنباط می شود، وگرنه این آیه درباره نفاق است و کفر، اونها درباره معصیت های عادی است. اون از عموم تعلیل شاید بتوان استفاده کرد، ولی القای خصوصیت یا مفهوم اولویت در دو جاست. از همسان به همسان می شود القای خصوصیت کرد، از نازل به عالی می شود رو مفهوم اولویت ترقی کرد، اما از عالی و شدید که به دانی و ضعیف نمی شود القای خصوصیت کرد. اگر حکمی برای کفر و نفاق بود، نمی شود اون حکم را برای معاصی عادی هم مترتب کرد. خب بسیار خوب، اون می شود مثل نفاق و کفر عملی که یکی از احتمالات گذشته بود دیگر. اگر چنون که مجلس معصیت باشد نه کفر و اعتقاد، شما مثل اونهایی در مقام عمل که این گذشت، البته درست هم هست. نه اون بله، این نما یجمع قوم الرضا و سخط، در ثواب هم همین طور است. اون یکی از جبه های جنگ، یکی از سربازان است، امیر سلام الله علیه به حضرت عرض کرد که ای کاش برادر ما در این جنگ شرکت میکرد و این ثواب را میبود. حضرت امود هوا اخی که معنا، آیا میل و گرایش قلبی برادرت با ماست؟ عرض کرد بله با ماست، و بود او در ثواب ما با ما سهیم است. این چنین هم هست، اگر کسی راضی باشد، منتها حالا مکلف نبود، برای اینکه یا واجب کفایی بود دیگران قیام کردن و از او ساقط شد، یا مقدورش نبود، بالاخره راضی به فعل قوم است، البته او هم ثواب میبرد. انما یجمع القوم الرضا و سخط. آخه بیش از این که بحث توان اون را ندارد، چون انکم اذا مثلهم، از کفر و نفاق نمی شود و معاصی عادی تعدی کرد. تنقیح مراد کردن یا اولویت یا القاء خصوصیت یک معیاری طلب میکند دیگه. بله اگر چنون چه ما یا باید القاء خصوصیت بکنیم یا اولویت، دو تا راه که بیشتر نیست. از همسان به همسان میشه القاء خصوصیت کرد، از نازل به عالی نظیر لا تقل لهما افن که حرمت ضرب و شتم استفاده میشد به عنوان اولویت میشه تعدی کرد. اما اگر چنون چه از عالی به دانی بخواهیم تعدی بکنیم، این دلیل طلب میکنه. و اگر چنون چه معصیت تماثل در خصوص مقام عمل باشد، اون رو شامل می شود که نم اشاره شد دیگر. خب بله، اون لعن کلامی است دیگر. اگر رضای نفس، اگر اون رضیت سرش نست، این کفر است در حقیقت، چون حرب و که حربی. بعضی از امور خود رضا عقاب دارد، مثل رضای به کفر، رضای به کفر کفر است دیگر، اون خودش عقاب دارد. خب در این زمینه وصف دیگری از اوصاف منافقین را شرح داد، فبود الذین یتربصون بکن. منافقین چندین تربص و انتظار و فرصت طلبی دارد. یکی درباره اصل نظام اسلامی است که اینها منتظرن یه روزی نظام اسلامی معاذ الله سرنگون بشه و شکست بخوره و مسلمین مقهور کافران قرار بگیره. این همان است که در آیه 98 سوره مبارکه توبه بیان کرد، همود به من الاعراب من یتقد و ما ینفقو مقرمن و یتربسو بکم الدوائر علیهم دائرت و سو و الله سمیع علیم. اینها الان در جمع مسلمین هستن،
اگر وجوه شرعی به صورت خمس، زکات و مانند آن به دولت اسلامی پرداخت میکنند، این را یک نفع غرامت میدانند. هر گونه پرداخت مالی را که به دستور دین تأدیه میکنند، اون را یک نفع غرامت میدانند و منتظر برگشت اوضاع و یترب سون بکم و دوائر که اوضاع برگرده به سود اونها و علیهشون. این درباره اصل نظام است. یه وقت است که گذشته از اون تربص و فرصت طلبی درونی، جاسوسی هم می کنن در جنگ ها، به سود اونها کار می کنن. نظیر اون چه که در همون سوره مبارکه توبه به این صورت بیان شده است، آیه 47 سوره توبه فرمود این منافقین در جمع شما به جبهه جنگ نمی آیند، ولی اگر هم بیاین لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا ولو اوضعو خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم، به سود دیگران خبرچینی می کنن، حرفها رو می شنون، برای دیگران سماعن، به سود غیر حرفها شما رو می شنون که گزارش بدید. این یه نحوه است. یه نحوه تربص است که می خوان از دو طرف سود ببرن، ولی سودشون به این صورت است: اگر مسلمین پیروز شدن، میگن ما که در جمع شما بودیم، حالا یا در جبهه شرکت می کردن یا پشت جبهه تدارکات اینها را فراهم می کردن، بالاخره ظاهرن با مسلمین بودن، لذا به مسلمین می گفتن علم نکن معکم، مگر ما با شما نبودیم؟ خب چرا ما را از غنائم محروم می کن؟ یک نحوه حضوری باید اینها در جمع مؤمنین داشته باشند، یا به همراه اینها در جبهه رفته باشند یا در پشت جبهه تدارکات اینها را فراهم کرده باشند. ولی اگر مسلمین شکست بخورند، در این حال از کفار غنیمت طلب میکنند. زمینه آیه این است که مسلمین شکست خوردند و کافران پیروز شدند. در این زمینه منافقین به کافران چه میگوین؟ و این کان للکافرین نصیبون قالو، یعنی همین منافقین به کافران این چنین میگوین: علم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. شما میبینید دو تا وجه در نوع این کتاب های تفسیر هست، یکی را زمخشری و امثالشون فرمودند، یکی را دیگران. فخر رازی هر دو وجه را جمع کرده است، گفت فیل آیت وجهانه. اما اون هنر داوری در مثل فخر رازی نیست که بالاخره تعیین بکند که آیه کدام یکی از این دو را میگوید. یه وقت است آیه قابل جمع است یا جامعی دارد، میتوان اون جامعه مشترک را گرفت و همه مصادیق را زیر مجموعه اون جامعه قرار داد. یه وقت است نه، دوتا معنا، دوتا مصداق رو در روی هم است و تعیین احدهما یا با مشاهده فضای داخلی آیه است یا با جریان خارجی آیه است یا با آیات دیگر. اون دوتا وجهی که در تفسیر فخر رازی هست، یک وجه همان است که دیروز ذکر شد که ایشون اینو وجه دوم ذکر کردن. وجه اول که هم در تفسیر فخر رازی آمده و هم در تفسیر زمخشری که بعد نوعاً این آیون اهل سنت همین دو راه رو ذکر میکنن، این است که منافقین در ظرف شکست مؤمنین به کافرین میگوین که ما جلوی مؤمنین را گرفتیم، نگذاشتیم اونها بر شما مسلط بشون، شما را از خطر و شر مؤمنین حفظ کرده ایم، بنابراین سهم ما را به ما بدید. خب این نه با فضای آیه سازگار است نه با شاهد داخلی. اما فضای آیه این است که آیه در فضای شکست مؤمنین نازل شد، یعنی اونجایی که ضعف مؤمنین روشن شد، شکست خوردن. یک لشکر شکست خورده ضعفش روشن می شود. در اینجا اون که منافق است به اون گروه پیروز نباید بگوید ما شما را از اینا حفظ کردیم، باید بگوید ما شما را کمک کردیم که شما پیروز بشوید، یا این تعبیر را بکنند، یا این تعبیر را که ما در شکست اینها به شما کمک کردیم، یکی از این دو تعبیر را بکنند.
باید بگوید که ما شما را در پیروز شدن کمک کردیم یا ما شما را در شکست اینها کمک کردیم. یکی از این دو تعبیر باید بکنند. اگر بگوید الم نمنعکم منهم، ما شما را از اینها حفظ میکردیم، یعنی از خطر اینها شما را حفظ میکردیم، اینا که ضعفشون روشن شد که اینها که شکست خوردن، منافقین به کافرین چه میگوین؟ میگن ما شما را از خطر اینها حفظ کردیم. اینا که شکست خوردن دارن فرار میکنن که از چی حفظ کردیم؟ پس این با فضای آیه سازگار نیست، با تاریخ آیه سازگار نیست، با جریان داخلی آیه هم سازگار نیست. و این است که اون که چرخ پنجم است به تعبیر بعضی از مفسرین که گفتن این تابور الخامس بودن، یعنی اینها منزله چرخ پنجم بودن منافق بر کافران، اون که خبرچینی می کند، این چنین شخصی مزدورانه برای اون اربابش کار می کند. وقتی اون ارباب ها پیروز شدن، این مزد کار طلب می کند، ولی اینها آمرانه با کافران برخورد کردن. گفتن الم نستحوذ علیکم، استحواذ همونطوری که تو بحث قبل ملاحظه فرمودید یعنی استیلا. فقه اللغه این کلمه آن است که اون پشت شتر رو میگن هاذ البعیر، این دو طرف و دو تا ران را میگوین هاذی البعیر، هاذین. اون راننده که از پشت، اون ساربانی که از پشت به این دو پهلوی شتر میزند و فشار میآورد که شتر برود یا بدود، چنین سائقی را میگوین حوزی. حوزی یعنی اونی که هاز بعیر را میزند یا هازینش را میزند تا این شتر بدود یا برود. چنین سائقی را میگوین مستحوز، یعنی بر پشت و دو طرف مسلط است و میزند و میراند. چنین سائقی را میگن مستحوز. شیطان وقتی سوار بر افراد فریب خورده شد، اینها را یا پشت اینها را میزند یا دو پهلو اینها را میزند که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. چه در سوره مبارکه اسراء حرف شیطان را که نقل میکند این است که شیطان به خدا عرض کرد لأحتنکن ذریته، این شیطان با افراد گناهکار معامله یک دام میکند، از اینها به انسان تعبیر نمیکند، میگوید این معصیت کاران حنک اونها به دست من است. یک سوار کار ماهر وقتی بر اسب سوار شد، اسب را احتناک میکند، یعنی حنکش را با اون افسار میگیرد، اینها رو میگن احتناک. شیطان با معصیت کار معامله انسان نمیکند، چون میداند تل انعام بل هم ازل، انسان یک گروهی است که از دست او بیرون است، این معانی را او خوب میداند. لذا تعبیراتی که قرآن کریم از زبان شیطان درباره فریب خورده ها می کند، همون تعبیری است که درباره دام دارن همین در همین حد. گاهی می گوید لأحتنکن ذریته، اینجا دیگه نام آدم مطرح نیست، از آدم به عنوان احتناک یاد نکرد، گفت من ذریه او را احتناک می کنم. در سوره مجادله هم که قرآن امضا کرده بود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، خب معنای استحواذ این است. اگر معنای استحواذ این است و معنای استحواذ همون استیلا و غلبه است، اگر کار منافقین در حد همون چرخ پنجم بود به تعبیر بعضی مفسران که اتابور الخامس است، خبرچینی است، گزارش است، چنین حدی که مایه استیلای منافق بر کافر نیست، منافقین در این مرحله خود را مستولی می دیدن، می گفتند که دیدید ما رهبری شما را به عهده گرفتیم، ما شما را به راه دیگر بردیم که به دام ایمان مؤمنین نیفتید، ما شما را به سمت دیگر راندیم، شما هم رفتید و سقوط نکردید، مؤمنین ضعیف بودند و شکست خوردند،
منافقین به کافرین نمیگوین ما شما را در این شکست دادن یاری کردیم با خبرچینی، ما ناصر شما بودیم. میگویند ما بر شما مسلط بودیم، مستحوذ بودیم، شما را روندیم که مبادا به چاه بیفتیم. در اینجا این نمنعکم منهم باید همون معنای دومی که در تفسیر فخر رازی آمده و به نظر ما معنای اول است بیان بشود، یعنی ما شما را از سقوط ایمان نجات دادیم، راه صحیح رو بتون ارائه کردیم، گفتیم با تناب پوسیده اینها به چاه نروی. این طرز فکر میکردن. علم نستحوز علیکم و نمنعکم، اینی که در تفسیر سیدنا استاد رضوان الله علیه آمده علم نغلب کن، این برابر همان است که در تفاسیر دیگران هم آمده، ولی علم نستحوز علیکم به معنای علم نغلب کن نیست، به معنای علم نغلب کن هم نیست، معنای علم نغلب علیکم، ما شما رو رندیم به طرف نجات. خلاصه یه همچه دائیه را منافقین دارن، طلبکارانه حرف میزنن، یعنی ما رهبری شما را به عهده گرفتیم، چون که شیطان در اینجا رهبری اونها را به عهده میگرد. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. گاهی ذات اقدس اله از نفوذ شیطان چنین تعبیر میکند، نظیر اون که در سوره حج است، کتب علیه انه من تولهو فانه یزله و یهدیه الى عذاب السعیر، نظیر یقدمو یوم القوم فاوردهم النار و بئس الورد المورود. گاهی از جلو قائدن، گاهی از دنبال سائقن. این استحوذ علیهم الشیطان سوق پشت سر را میرساند. اون لأحتن کن ذریته در سوره اسراء، اون فانه یزله و یهدیه الى عذاب السعیر در سوره حج، اون قیادت جلو را میرساند. بالاخره حیوان را یا از جلو میکشن یا از دنبال هی میکنن، به این صورت است. لذا این معنا با آیه سازگارتر است که علم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، یه همچه حرفی را اونها داشت. ولی با کافران بالاخره حرف راستشون را میزنن، چون باطن اینها با کافران است دیگر. هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان، و قرآن هم امضا کرده است که انکم اذن مثلهم و ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اینا در حقیقت با اونها هستند دیگر. بله، اما در حال عادی مذبذبینند، ولی در روز خطر فرمود هم یومئذین للکفر اقرب من هم للایمان. یا آدم دو چهره و دو پهلو در حال عادی یک طرف است، یعنی با هر دو طرف است، ولی در روز خطر راهش مشخص است کدوم طرف دیگه. بله دیگر، یا از باب خبرچینی نظیر آیه سوره توبه که فیکم سماعون لهم، یا از راه بیان نقاط ضعف، یا مثلا تضعیف مسلمین نظیر این آیه. منافق در حال عادی هم با مؤمنین است هم با کافرین، نظیر همون اون چه که در اوائل سوره مارکه بقره گذشت که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. هر دو طرف هستند. و در آیه بعدی که در پیش داریم فرمود مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو لا اله الا هو. اما وقتی خطر رسید باز چی؟ اعلان بیطرفی میکنن؟ یا نه وقتی روز خطر فر رسید هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان، در روز خطر بالاخره تعیین تکلیف میشود دیگه. چرا دیگه؟ مثل خود نظیر فرعون که قاعده است برای کفار دیگه، جعلناهم ائمه الکفر، همین است دیگر، ائمه کفر قائدین کفرند دیگر. اون رأس المنافقین قائد منافقین است، جز ائمه کفر است، چون که رأس الکفار جز ائمه کفر است. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم.
حالا فرض در آن است که اونجایی که غلبه پیدا شد نگفتن الم نستحوز علیکم، فرض در آن است که اونجایی که شکست خوردن گفتن الم نستحوز علیکم. جاش داره اینها که اگر قدرتی می داشتن که شکست نمی خوردن، حالا شکست خوردن. در ظرف شکست منافقین به کافرین می کنن علم نستحوز علیکم، پس قدرت نداشتن دیگر. با اینکه کمک می کردن، با اینکه در جمع مؤمنین بودن، معذاره شکست خوردن. بسیار خب، نه اون حالا اون سرش او رو در وجه دیگری که در ورن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا به زعیم آیه سوره آل عمران به خواست خدا روشن خواهد شد که چطور گاهی کافر پیروز میشه مؤمن شکست میخوره. ولی حرف علم نستحوز علیکم در ظرف شکست است. در ظرف شکست مؤمنین به پیروزی ظاهری کافرین، منافقین چگونه به کافران میگوین الم نستحوز علیکم؟ در همین جریان دیگر. بعد در ظرف شکست یک حادث است، در ظرف شکست اینا میگوین که سهم ما را بدید. چرا؟ برای که الم نستحوز علیکم و نمنعکم من المؤمنین. نه، حالا اون مطلب دیگه است، ولی این حرف در ظرف شکست است. من هم دیگه، نه این که من هم پیداست، یعنی از اونها، از صف اونها با اونها نباشید، مثل این که در آیه قبل داشتیم با کافر نباشید، یعنی با فکر اینها، با خط مشینا نباشید دیگر. این که نظیر همون آیه قبل است. خود روشن‌تر بود. قرآن کتاب تئوری نیست، کتاب تعلیم عملی است. یه وقت است که مفسر به این فکر است که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. اومد مشکل ایجاد می‌شود که چطور بر من آمن بالله است؟ آیا بر است یا بر است یا مضاف در تقدیر است؟ لکن زلبر من آمن بالله است، یا لکن البر بر من آمن بالله است، که محتوا خبر یا اسم خبر هماهنگ باشه. غافل از این که قرآن نمیخواد کتاب علمی باشد، قرآن میخواهد متعلمین بپرورانه. لذا هر جا سخن از وصف است موصوف ها را ارائه میکنه، وگرنه نمیشه کتاب تئوری محض. اونی که قرآن را در حد کتاب علمی مصطلح میدوند به فکر مضاف و مضاف الیه میگردد که چطور اینجا فرمود لکن البر من آمن بالله. شما میبینید نوع اینها به زحمت میفتن، مثلا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجا هم به زحمت میفتن. روزی که مال و فرزند به حال کسی سودمند نیست، بحث به نظم عادی که کتاب های علمی بران روال است، این که این گفته می شود که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا سلامت القلب، نه الا من اتى الله بقلب سلیم. آخه این مستثنا با مستثنامه هماهنگ نیست. مستثنامه این است که مال و فرزند نافع نیست، مستثنا این است که عمل صالح نافع است، سلامت قلب نافع است، ولی مستثنا سلامت قلب نیست، من اتى بقلب سلیم است. سرش این است که قرآن کتاب نور است، نه یک کتاب علمی محض که فقط خطوط کلی علمی را بیان کند. معمولا قرآن وقتی وصف را شرح می‌دهد موصوف را معرفی می‌کند. اینجا هم نمی‌خواهد بگوید نفاق بد است، کفر بد است، همین که فقط راهنمایی علمی باشد. میگه با منافق نباش، با کافران نباش، با مؤمنین باش، با امثال ذالک. اونم به همین روال میگفتن ما شما را از مؤمنین به ما انهم مؤمنین معنی کرده این در حقیقت و نمنعکم من المؤمنین، در حقیقت من هم یعنی از مؤمنین. خب اما این که فرمود این من المؤمنین هم از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. در اونجا دیگه به این کامل کافه نصیبون قال و علم نستحفظ علیکم و نمنعکم من هم دیگه نفرمود، فرمود من المؤمنین که این تعلیق و حکم بر رسم مشعر و علیت باشه.
میموند اون چی که در زیر این کریمه است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اصل پیروزی به عنوان بل عاقبت للمتقین مال اهل تقواست بدون تردید. منافقین مثل اینکه کافر گاهی به یکدیگر دروغ میگوید، اما درون نفاق کفر است دیگر. هم للکفر اقرب و من هم للایمان. اینا واقعا کافرن، اما کافر با اختیارم احیانا دروغ میگن. معناش این نیست که منافق با کافر دروغ نمیگه، خود کافران هم گاهی با اختیار دروغ میگن، ولی اصل حقیقت انسان را قلب او تشکیل میدهد و قلب منافق هم کافر است و در روز خطر ظهور میکنه. نه، اینا باعث شدن که اونها نیفتادن دیگر. قرآن اگر چیزی ادعایی باشد فورا ابطال میکند. قرآن کتاب قصه که نیست. قرآن حرفی را که نقل میکند اگر صحیح هست امضا میکند ولو به سکوت، اگر باطل است نفی میکند. فلان کس چنین گفت، فلان گروه چنین گفتند که بشه مجمع الاقوال، یعنی چیزی که قرآن نیست. حرف اونها رو این کار کردن. اینها در حقیقت همون استحوذ علیهم الشیطان سوره مجادله به صورت استحواز منافقین علی الکافرین در آمده است. اما این که در زلف مدولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، این چون نکره در سیاق نفی است، همه اون وجوه پنجگانی که تقریبا در بحث دیروز گذشت شامل می شود، چون سبیل جامع است. و اگر احیانا کافری بر مسلمی در یه مقطعی پیروز می شود، این پیروزی نهایی نیست و آزمون الهی است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 139 تا 142 چنین گذشت: فمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعنون ان کنتم مؤمنین. اما ان کنتم مؤمنین قهرن، اگر محور ایمان و کفر بررسی بشود مؤمن اعلاست، و اگر بحث در ایمان و کفر نباشد، بحث در علل و عوامل عادی باشد، خب هر کی عالم است پیروز است، هر کی متحد است پیروز است. اگر در بعضی از جنگ ها کافرین بر مؤمنین پیروزن، نه چون اونا کافرند و اینها مسلمند، بلکه اونا عالمند و مسلحند، اینا بی سلاح. اسلام و کفر که به جنگ هم نرفت، عالم و جاهل با هم جنگیدن. اون که عالم بود از وسایل صنعتی بهره برد، اون که جاهل بود دستش خالی بود شکست خورد. یا متحد و مختلف با هم جنگ کردن، اونا با هم متحد بودن ساختن، اینا مختلف بودن با هم نساختن، متحدین بر مختلفین پیروز شدن. شما تو همه این تحلیلای پیروزی میبینی بالاخره حق غالب است. علم حق است، جهل باطل. اتحاد حق است، اختلاف باطل. اسلام و کفر که به جنگ هم نیامدن، حالا یا جنگ نفت بود، یا جنگ گاز بود، یا جنگ جنگل بود، یا جنگ آبونان بود. در این گونه جنگ ها الان هم همین طور است. الان شما تو بوسنی و امثال بوسنی، گرچه نظام اسلامی واقعا حمایت کرده و حمایت میکند، اما اونا اگر به حق بگویند یا الله جواب میشنوند. اما بسیاری از اونها شما میرید گرفتار ملاحظه کاریند. حتی در این جریان اخیر گالینتوپل که ایران رو محکوم کرده بود به عنوان نقض حقوق بشر، بوسنی مثلا متاسفانه ساکت بود. سازمان ملل میگفت ما درگیری، ما خودمون گرفتاری زیاد داریم، ما الان در حال تقیه ایم. جنگ اگر جنگ نفت و گاز و زمین و زمان باشد، هر کی مسلح است پیروز میشه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، حق است. اتحاد حق است. اختلاف باطل است، جهل باطل. حالا اگر یه ملت پیشروی عالمی با یه ملت پسافتاده جاهل جنگید، خب علم حق است، جهل باطل است، اون حق بر باطل پیروز میشود. اگر یک کشور منسجم متحدی با یک کشور مختلفی که گرفتار اختلاف درونی است با هم جنگیدن، اتحاد حق است، اختلاف باطل است، اون اتحاد بر اختلاف باطل است. همیشه حق پیروز است. هیچ جا در عالم نشد که حق شکست بخورد. این یه اصل کلی است که قابل نقض نیست. و هر جا اسلام به میدان آمد و کفر به معنه و کفر به میدان آمد، شکست خورد. نشانش پیروزی همه انبیا بود بدون سلاح روز با دست خالی. همه انبیا پیروز شدن دیگر. اینطور نبود که پیغمبر شکست بخورد که. همه انبیا پیروز شدن. حال گاهی زمین فرو برد، گاهی زمان گرفت، گاهی دریا گرفت، گاهی صحرا گرفت. بالاخره همه انبیا با دست خالی پیروز شدن.
یه بار نشد که اسلام عرضه بشه به شکست بخوره. در قرآن کریم فرمود لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، یاست کلی ان کنتم مؤمنین، یا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم فتعسل للذين كفروا واذل اعمالهم. اینا اصول کلی است، غیر قابل تخصیص است. و اما اگر یه جای دیدید که نه، برای گاز و غیر گاز جنگیدن، یه جا برای خاک جنگیدن، یه جا 17 کشور رو تقدیم بیگانه کردن، اون وقتی جنگ اسلام و کفر نبود. جنگ اسلام و کفر همین بود که در سالهای اخیر در ایران اتفاق افتاده. خب دیدید دنیا علیه ایران جنگید دیگر. از اون طرف محاصره اقتصادی، سیاسی، نظامی، کمربند اقتصادی اطراف ایران کشیدن، ایران دست خالی مونده وسط. به حقیقت دست خالی داشت و دنیا رو به ستوه آورد. اگر این فکر باشد البته اسلام پیروز است. این چه نیست که گاهی مسلمان ها پیروز، گاهی در تحلیلات از تعمیر که قبلا از نهج البلاغه خونده شد این بود که خدا کسی را یاری میکند که معلوم بشود که برای دین او دارد جنگ میکند. اما در اوائل جنگ گاهی ما کشته میدادیم، گاهی رقیب ما کشته میداد، گاهی از ماها با اونها درگیر هم میشدن، مثل دو قوچ جنگی یتحاولان تحاولت نهلین تصاول میکردن تا معلوم شد که ما راست میگیم. از اون بعد دیگه خدا ما را یاری کرد، حتی علم الله صدق نیتنا. وقتی معلوم شد ما راست میگیم دیگه پیروز شدیم. وقتی که پیروز شدن ابو سفیان رو متحیران راه میرفت میگفت لیت شعری به مازا غلبنی، لشکر مال ما، عده مال ما، عده مال ما، ما کباب میدادیم به سربازان ما، اونا خرما میدادن، چطور ما شکست خودیم اونا پیروز شدن؟ همچون متحیران راه میرفت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله از پشت سر رسید، دست مبارک رو دوش نحس ابی سفیان گذاشت، گفت بالله غلبتو که. پس بنابراین این لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اصل کلی است، هرگز شکست نخورده. البته چون نکره در سیاق نفی است، خطوط فقهی رو هم شامل میشه که حالا به سرعت رد میشوید. اگر پدر کافر بود و مادر مسلمان، ولایت پدر و فرزند تابع اشرف الاولین است، پدر در اینجا ولایت ندارد. یک، اگر پدر مسلمان بود مادر کافر بود، حق الحزانه‌ای که در بعضی از بخشا مال مادر است نسبت به بعضی از خردسالان اونجا حق الحزانه ندارد. دو، پدر اگر بخواهد کافری را وصی خود قرار بدهد برای اولاد صغار، در صورتی که اینها تابع اشرف الابوین باشند، اون وصیت نافذ نیست، باطل است، برای اینکه کافر بر مسلم سلطه ندارد. این سه، و اگر قاضی غیر مسلمان بود رجوع به محکمه او نافذ نیست. این چهار، اگر والی مسلمین غیر مسلمان بود ولای او اثر ندارد. این پنج، شواهد فراوانی در کتاب های فقهی هست که نمونه ششمشن بر بحث دیروز گذشت. والحمدلله رب العالمین.